برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزماسه صادق شیرازی دام از لوح در شهر مقدس کربلا میزبان ده ها تن از شیعیان و مؤمنان کشور کویت بود. این شیعیان کویتی که برای زیارت عتبات عالیات به شهر مقدس کربلا سفر کردند با حضور در دفتر معظم الله با برخی مسئولان این دفتر دیدار و گفتگو کردند. ده ها تن از اصحاب هیئات و مواکب حسینی شهر تبریز در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزماسه صادق حسینی شیرازی دام از لوح در شهر مقدس قم حضور یافتند. این میهمانان ضمن حضور در نشست علمی روزانه علما و شخصیت های حوزوی با آیت الله لزما شیرازی دام از لوح دیدار کردند و نیز از سخنرانی آیت الله سید حسین شیرازی فرزند مرجع عالی قدر نیز بهره مند شدند. موزه و کتابخانه ملک در تهران به مناسبت سالروز ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نمایشگاهی از نسخه های نفیس قرآن کریم به خط کوفی و نهج البلاغه برپا کرده است. گفتنی است این آثار از حراجی های معتبر آثار تاریخی هنری دوران اسلامی از جمله مجموعه اهدایی های ابوالعلا سوداور نوی حاج حسین آقا ملک واقف موزه و کتابخانه ملک به این موزه است. این دو نسخه از قرآن کریم به خط کوفی برای نخستین بار است که رونمایی می شود. منابع محلی از وقوع انفجاری جدید در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان خبر دادند. در همین راستا رسانه های پاکستانی گزارش دادند که انفجار در یک پاسگاه امنیتی در جاده بارک گلستان رخ داده و از تلفات این انفجار هنوز گزارشی در دست نیست.